رهبران کشورهای اروپایی روز شنبه در شهر ویان پایتخت اتریش گرد هم آمدند تا درباره بحران مهاجرت و راه کنترل آن مذاکره کنند این نشست به دعوت صدر اعظم اتریش و با حضور ده رهبر اروپایی برگزار شد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در رابطه با توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در زمینه پناهجویان گفت همه ما معتقدیم که توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر بحران مهاجران مهم و اجرای آن ضروری است برای این منظور لازم است که با ترکیه درباره شرایط نهایی شدن آن مذاکره کنیم که البته این مورد هنوز عملی نشده است از سوی دیگر ضروری است که به خصوص برای یونان اقدامات لازم صورت گیرد تا این کشور بتواند مکانیزمی را که اکنون در زمینه پذیرش مهاجران دارد تغییر دهد Also der Zurücksendung illegal ankommender بسته بودن مسیر بالکان و چگونگی محافظت از مسیری که اکنون از سوی دولت های همچون مجارستان بسته است نیز از دیگر بحث های این نشست بود ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در این نشست گفت ما کشورها باید با دیگر همکاری کنیم تا بتوانیم مسیر بالکان را بسته نگه داریم چه توافق با ترکیه اجرایی شود و یا این توافق به هر دلیلی اجرایی نشود آقای اوربان همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید برای تاسیس شهری برای اسکان پناهجویان در سواحل لیبی اقدام کند تا پناهجویانی که از کشورهای آفریقایی به آنجا می رسند با کمک دولت جدید لیبی بتوانند مراحل پناهندگی خود را از همانجا آغاز کنند وی افزود در صورتی که نتوانیم لیبی را حفظ کنیم و نتوانیم ثبات را به این کشور بازگردانیم در تشکیل شهری برای پناهجویان نیز موفق نخواهیم بود شهری که با تشکیل آن میتوانیم تمام پناهجویان غیرقانونی را که به اروپا میآیند به آنجا بفرستیم رهبران اروپایی در نشست همچنین بر لزوم افزایش نظارت بیشتر بر مرز بلغارستان با ترکیه که بخشی از مسیر بالکان محسوب می شود تاکید کردند. مسئول یک سازمان غیر دولتی کمک به پناهجویان در اتریش می گوید در حال حاضر ما مشکل بحران مهاجرت نداریم بلکه بحران همبستگی و اتحاد داریم که اگر نتوانیم او را تقویت کنیم نمی توانیم برای پناهجویان کمکی باشیم. به گزارش سازمان پناهندگان ملل متحد در حال حاضر حدود 5600 پناهجو در جزیره لسبوس یونان زندگی می کنند.